باش عزیزم، میگم، منم میبوسمت، خداحافظ. ببخشید رشاد، به همتون خیلی سلام رسوند. سلامت باشه. آخرین تصمیم آقای تورانه رو بهش نگفتم، وقتی بشنوه خیلی ناراحت میشه. مطمئنم که منصفانه برخورد میکنه. منم به همه گفتم تاریخ عروسی رو جلو انداختیم. نمیدونم الان چجوری تاریخ عقب انداختنمون رو توضیح بدم. مگه مجبوریم توضیح بدیم؟ معلومه که نیستیم، ولی مردم وقتی جواب سوالاشون رو نمیگیرن شروع میکنن به شایع پراکنی کردن. دوستم از همین الان شروع کردن به سینجیم کردن من. آقای تورانر، بیاین این بچه ها رو بیشتر از این ناراحت نکنیم. میدونم حق داشتین عصبانی بشین، ولی به خاطر جریان ناخوشایندی که دیگران باعث شدن، نباید یه همچین مجازات سختی بهشون بدیم. به منم همینطور. اگه تو این جریان ناخوشایند سلیم کوچکترین گناهی داشت، مطمئن باشین اینجوری نمیگفتم. از این به بعد خیلی بیشتر دقت میکنم، کارنامه‌مو درست میکنم، قول میدم. این یعنی باشه دیگه. آره، بچه ها رو ناراحت نکن تورانر. آقای تورانر، به هر حال که ازدواج میکنن دیگه، 3 ماه قبل باشه یا 5 ماه بعد. من برای اینکه همدیگر بهتر بشناسن لازم دیدم که زمان بگذره. بابا جون، من سلیمو خیلی خوب میشناسم. راست میگم؟ خب سلیم قول داد دیگه. منم از همون اول گفته بودم که به دانشگاه لطمه ای وارد نمیشه. بابا جونم، واقعا خیلی ممنونم. مطمئن باشین دیگه همچین صحبتی نخواهیم کرد. انشالله. به برنامه امتحانام نگاه کردم، هفته بعد هیچ امتحانی ندارم، یعنی میتونیم برای خرید لباس عروس بریم پاریس. عالیه اندر خانم، شما هم با ما بیاین. آخه تو انجمن یه کارایی دارم که باید انجام بدم، ولی اگه بتونم کسی رو جام بذارم حتما میام. خواهش میکنم بیا ماما. کیه؟ اردوان. اجازه نمیدم این خوشی رو خراب کنم. بابات فردا بر میگرده. چند لحظه پیش زنگ زد، در مورد وضعیت دانشگاه چیزی نگفت، گفت بیام حرف میزنیم. ایشالله با خبرهای خوب بر میگرده. برای جمع و جور کردن زود نیست؟ ولش کن حالا، بعدن همه چی آماده. ولم کن ورال، اینطوری نکن پسرم، خواهش میکنم حرف بزنیم. نمیدونی چیا کشیدم، اگه به حرفم گوش بدی شاید. گفتم ولم کن، برو بیرون، برو. هیچی اونطوری که از بیرون دیده میشه نیست. سال هاست که دارم سعی میکنم چیزی نفهمی، ولی با بابات مثل دوتا غریبه توی خونه ایم. خسته شدم از بس که نقش بازی کردم. نمیخوام بشناسم. مجبوری گوش کنی؟ آخه نیستم. تو هم مجبور نیستی برای کسی نقش بازی کنی. اگه ناراحتی طلاق میگیری، حق نداری بابامو تحقیر کنی، حق نداری بهش خیانت کنی. اگه یکم غرور داشته باشی برای خودت، بابام، من، فقط یکم احترام قائل باشی طلاق میگیری. اگه این کارو نکنی به بابام همه چیو میگم. نه ورال، نمیتونی این کارو بکنی. این کارو میکنم، قسم میخورم.